به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام مگر می شود سردار باشی و همیشه بیم این را داشته باشی که نیروهای تو را کتبسته بسته تحویل دشمن بدن مگر میشه تو امان همه خلائق باشی اما در منزل خود در امنیت نباشی بله صحبت ما درباره تنها ترین سردار است کسی که بارها از سوی لشکریان سست عنصر خود مورد ترور واقع شد درود بر شما عزیزانی که کانال دینداری را انتخاب فرموده امام حسن علیه السلام سبت اکبر پیامبر در نیمه رمضان سال سوم هجری به دنیا آمدند. هفت سال با جد خود رسول خدا زندگی نمودند. ایشان تنها شاهد کوچه بنی هاشم در قضیه سیلی خوردن مادر از دشمن بودند. در سی هفت سالگی و در سال چهلوم و بعد از شهادت پدر و در اوج قدرت و خفقان معاویه علیه اللعنه و مردم خود فروش به امامت رسیدند. سرزمین های اسلامی در زمان معاویه از شرق تا به هند و از غرب تا به اروپا و اسپانیا گسترش یافته بود. معاویه فردی با سیاست، درو و با کینه بالا بود. او همه چیز را میخواست. چه بازر و چه بازور. در این زمان از سوی معاویه لعن بر حضرت امیر علیه السلام بر منبرها رواج یافته بود و مردم صرفا به خاطر شیعه بودن دستگیر، تبعید و یا کشته می شدند. رشوه زیاد معاویه وجود لشکریان و فرماندهان سست عنصر دست امام حسن علیه السلام را از هر گونه رویارویی با معاویه کاملا بسته بود معروف است در یکی از نبردها امام علیه السلام با فرماندهان تراز اول خود در حال تحریزی حمله به لشکر معاویه بودند در همین حال یکی از فرماندهان که نامه ای را برای معاویه آماده کرده بود نامه را از زیر خیمه برای معاویه ارسال کرد و گفت ای معاویه من اکنون زانو به زانوی حسن بن علی نشستم چند دینار میدهی تا او را تسلیم تو کنم معاویه با نهایت رندی همان نامه را به اصطلاح امروزی ها پاراف کرده و برای امام حسن علیه السلام فرستاد که لشکریان تو تا این حد حاضرن تو را بفروشن حال می جنگی یا صلح می کنی؟ امام ناچارن این توافق را پذیرو ایشان بعدها به زید ابن وحب فرمود ای زید به خدا سوگند معاویه برای من بهتر از آنان است میپندارن چیه من هستند اما در پی قتل من برآمدند و اموالم را غارت کردند به خدا سوگند اگر با معاویه به جنگم اینان مرا کتبسته تسلیم او می پس اگر در حال عزت با او صلح کنم بهتر است تا در حال اسیری مرا بکشد و یا بر من منت نهد. لذا به معاویه پیام داد که توافق می کنیم. معاویه ملعون کاغذ سفید و مهر شخصی خود را نزد امام فرستاد و از امام خواست که شروط خود را بنویسد. مفاد صلحنامه اول این که معاویه به کتاب خدا و سنت رسول صلی الله علیه و آله عمل کند. دوم معاویه بعد از خود کسی را به عنوان ولی عهد معرفی ننماید. سوم معاویه ناسزاگویی و سب به امام علی علیه السلام را قطع نماید. شیعیان امیر در هر جا که هستند بر جان و فرزندان و مال خود ایمن باشند. این شروط به قدری فراگیر و ریشه ای بود که معاویه علیه اللعنه مقهور این توافق شد. هرچند به هیچ کدام از آنها هم عمل ننمود. در حقیقت ارزش این توافق نامه اگر بزرگتر از واقعه آشورا نباشد قطعا کمتر از آن هم نیست امام حسین علیه السلام بعد از شهادت برادر به مدت ده سال و تا مرگ معاویه سکوت اختیار نمود پس از این توافق نامه سپاهیان امام بدون اشاره به کارشکنی و سست انصاری خود حجمه های زیادی را به امام حسن علیه السلام وارد نمودند افراد معروفی همچون سلیمان ابن سارت که در قیام توابین بعد از واقعه آشورا فرمانده بود و یا جابر ابن عبدالله انصاری از بزرگ صحابه پیامبر آشکارا او را مذل المؤمنین می یعنی خار مؤمنان و بعضی دیگر با وقاحت تمام امام را آر المؤمنین می که امام با متانت می فرمود الارو خیر من النار علاوه بر زخم زبان فراوان به امام علیه السلام امام بارها مورد سوء قصد واقع شد مثلا وقتی شبانه از منطقه سابات مدائن می گذشت به او حمله برد و با خنجر مسموم بر ران مبارکش زد که همین باعث شد که امام در مدائن بستری شود و به سبب آن ضربت تا چند ماه بیمار گردند یا در جای دیگر در حالی که در خیمه خود نماز میخواند جا نماز را از زیر پایش کشیدند به طوری که با صورت به زمین خوردند به طور کلی یکی از مظلومیت های امام و کاستی های تاریخ این نکته است که به دلیل معاصر بودن ایشان با امام حسن علیه السلام او را ترسو و در حاشیه میشمارند حالان که طبق حدیث مشهور پیامبر که فرمودند الحسن و الحسن امامان او قاعده. و هر دو امام علیه السلام به طور کامل به وظایفشان و معموریتشان در زمان خود عمل نمودند. حالان که ایشان با دستور پدر بزرگوارش امیر علیه السلام به تنهایی به لشکر دشمن یورش برد و شطور موسرخ آیشه را که مردم فضولات آن شطور را هم مقدس می را پی کرد. و فاتحانه نزد پدر بزرگوار خود برگشت در باب شهادت حضرت باید گفت همه منابع شیعی و اکثر منابع اهل سنت قاتل امام را جعده دختر اشعث ابن قیس کندی نوشتند معاویه با وعده پول و به عقد درآوردن او برای یزید و دادن زهر او را تحریک کرد که امام را به قتل برساند پس از ارتکاب این جنایت امام به او گفت به خدا قسم معاویه تو را فریب داده و او به عهدش وفا نخواهد کرد هرچند قبلا هم به او بارها زهر خورانیده بودند اما این زهر آخرین جگرش را پاره پاره نمود به طوری که سه روز بیشتر زنده نمان در هنگام شهادتشان امام حسین علیه السلام بسیار متأثر و گریان بودند ایشان فرمودند چرا گریه می کنید؟ لا یوم کیا و یا ابا عبدالله هیچ روزی مانند روز تو نخواهد شد و وصیت خود را به امام حسین علیه السلام گفتند که مرا در کنار جدم دفن نما زیرا کسی سزاوارتر از من نیست که در کنار جدم دفن شود مگر آنکه از این کار جلوگیری شود که در آن صورت راضی نیستم به اندازه خون هجامتی خون ریزی شده در روز دفن آیشه سوار بر قاطری شد و مردم را جمع کرد و از ورود جنازه امام به حرم نبوی ممانعت نمود البته بعضی این را کینه جنگ جمل میدانند که آیشه از امام حسن به دل گرفته بود ابن عباس در دفاع از امام علیه السلام تایی مناظری با آیشه گفت روزی شطور سوار می شوی و به جنگ علی می روی. روزی قاطر سوار می شوی و مانع دفن نوه پیامبر می گردی. ترسم روزی برسد که سوار بر فیل شوی و به جنگ خدا بروی. آیشه که جوابی نداشت با یک قیافه حق به جانب رو به مردم کرد و گفت شما ایستاده اید و این چنین به همسر رسول خدا بی احترامی می کنند و دستور داد تا جنازه امام را تیرباران کنند. در این کارشنی بنی امیه بنی مربان و فرزندان عثمان شراکت داشتند مورخین نوشتند تا هفتاد چوبه تیر به تابوت آویخته شده بود خلاصه اینکه پس از اقامه نماز پیکر متحر امام را به طرف قبرستان بقیه حرکت داده و در کنار جدهاش حضرت فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین علیه السلام دفن نمودند امام حسین علیه السلام در لحظه دفن با حزن و گریه فرمودند زده آن نیست که مالش را بردهاند بلکه قارت زده همچون من است که با دست خود برادری همچون تو را می کند. روز شهادت امام را کف امی و بعضی از اکابر شیعه در روز هفتم و مابقی آنها در روز 28 سفر نوشتند. امام در 47 سالگی به شهادت رسیدند. معروف است که در روز دفن امام ابو که بسیار امام را در زمان حیاتشان اذیت کرده بود و صاحب روایات بیشمار در کتاب اهل سنت هم هست زار زار برای امام میگریست با تعجب از او پرسیدند تو دیگر چرا گریه می کنی؟ تو که بسیار او را اذیت کرده ای. او گفت با دفن حسن حلم و بردباری هم دفن شد. و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبو. دوستان گرامی ممنونیم که تا کنون با ما بوده اید. در قسمت کامنت ها منتظر نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. برای حمایت از کانال دینداری این ویدئو را لایک فرموده و با اشتراک آن به دوستانتان در سباب نشر آن شرکت نمایید و برای اینکه از ویدئوها و مطالب بعدی به موقع مطلع گردید کانال دینداری را سابسکرایب نموده و علامت زنگوله آن را فعال نمایید تا مطالب بعد شما را به خداوند بزرگ می سپارند یا علی